اتهام بنده این هست، میگن که دو نفر از متهمین رقم 80 میلیون یورو، آقای جمال 80 میلیون یورو ارز رو ورداشتن، دادن به یک شرکتی که شما در اون شرکت چون مشاور بودی، مطلع بودی و کمک کردی که اونها این ارز رو بدن به اونجا و از این دادن منافعی ببرند. دادگاه رسیدگی به پرونده فساد کلان اقتصادی در پتروشیمی ایران تحت شعاع خبر فرار یکی از متهمان در 60 دقیقه امشب از علی اشرف ریاحی درباره جزئیات پرونده و دلایل خروج او از کشور می‌پرسیم. در ادامه برنامه امشب نگاهی به اسناد شیوع کرونا در ایران، از تجربه دو موج در چند استان تا اختلاف فاحش نسبت جان باختگان به مبتلایان در مناطق مختلف. ابهام درباره چگونگی بازداشت رئیس رادیو تندر رسانه انجمن پادشاهی ایران. روزنامه نزدیک به سپاه میگوید در تاجیکستان دستگیر شده، تاجیکستان اما تکذیب میکند. از دختر جمشید شارمهر درباره سفرهای اخیر او میپرسیم و نحوه احتمالی بازداشت شدنش. و در نهایت انتقاد تند دمشق و آنکارا از توافق نفتی یک شرکت آمریکایی با نیروهای دموکراتیک سوریه. ترکیه میگوید حمایت مالی از تروریسم است. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. دادگاه رسیدگی به یک پرونده فساد کلان اقتصادی در ایران تحت شعاع خبر فرار یکی از متهمان قرار گرفته. علی اشرف ریاحی، مشاور متهم ردیف اول و داماد محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت ایران. این پرونده در زمینه فروش محصولات پتروشیمی تشکیل شده که به پرونده 6 میلیارد یورویی مشهور است. جلسه امروز به ارائه دفاعیات متهم ردیف اول رضا حمزه‌لو اختصاص داشت که از سال 1388 تا 1390 مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده. آقای حمزه‌لو متهم است که نزدیک به 660 میلیون یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکتی در ترکیه واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده. آقای حمزه‌لو در این جلسه اتهامات وارد شده به خود را رد کرد. در مورد چند و چون این پرونده بیشتر صحبت میکنیم، ولی ابتدا با علی اشرف ریاحی گفتگو کردیم که قاضی دادگاه میگوید با گذرنامه جعلی از کشور گریخته. از آقای ریاحی پرسیدم که چرا امروز در دادگاه حاضر نشد. هر زمانی که من رو صدا کردن ظرف 72 ساعت من در دادگاه حاضر شدم، چه در بازپرسی، چه در دادرسی، چه بدون وثیقه، چه با وثیقه، من همیشه در دادگاه حاضر شدم، چون اعتقاد داشتم، میگفتم که خب وقتی که میگن که اینهایی که خارجان بیان از خودشون دفاع کنن حتما این موضوع واقعیت داره. و حتی وقتی کیفرخواست صادر شد خب به من اتهامی منتسب شد. آقای ریاحی، امروز شما اشاره کردید که 9 جلسه در دادگاه بودید، ولی امروز جلسه 14 بوده. به این معنا در 5 جلسه نبودید. چرا نبودید امروز که از خودتون دفاع کنید؟ الان سریع توضیح میدم خدمتتون. ببینید سال گذشته وقتی که من در 9 جلسه شرکت کردم، میگم حتی اون موقع هم به من گفتن این دادگاه ها دادگاه ویژه اقتصادی همه از پیش محکومن. با تمام این اوصاف من در دادگاه ها شرکت کردم و در جلسه نهم هم که تمام شد دفاع کردم، از کشور خارج شدم چون ممنوع الخروج نبودم. در آذر ماه پارسال بنده رو آقای قاضی صدا زدن و وقتی که من وارد دفتر ایشون شدم، نیم ساعت ایشون الفاظ رکیک استفاده کرد، الفاظ رکیکی که نسبت میدادن به دیگران، به من نه، به افرادی در دولت در جاهای مختلف، و به من گفتن برو وردار مطالبتو بیار. من مطالبم رو بردم براشون. ایشون مجددا توهین‌های خیلی زیادی به من کردن و گفتن که برو دیگه این طرفا پیدات نشه، برو تو من بعدم فرق. گفتم آقا یه وایت بورد بدید به من با یه ماژیک، من یه آدم علمی هستم، براتون توضیحاتی بدم. بسیار توهین‌های زننده‌ای کردن و گفتن برو من یه کیفرخواست جدید بهت ابلاغ می‌کنم، حالت سر جات بیاد. ببینید آقای جمال، من فکر میکنم در دادگاه ها قاضی در جای قاضی نشسته، نه در جای دادستان. با تمام توهیناشون من رفتم، ایشون مجدد منو احضار کردن، چون خودشون گفته بودن من دیگه نرفتم، وکیلمو احضار کردم و ایشون گفتن که بهش بگو بیاد، وگرنه من توپخانه رسانه ها همه با من هستن. خب آقای ریاحی، نه گفته شده که شما برگشتید به ایران، بعد خانوادتون رو منتقل کردید به خارج از ایران، این در دادگاه گفته شده، و بعد خودتون رو به دادگاه نشون ندادید و بعد هم حالا میگن با پاسپورت جعلی خارج شدید.
من اگر توضیح بدم خدمتتون، ببخشید قبل از این کلمه، ببینید آقای مسئول مقام من رو تهدید کردن که من رسانه ها رو میریزم سر در دادگاه حاضر بشو. من مجددا نرفتم. ببینید من یه آدمی هستم که تو اون کشور زندگی کردم، درسته موقعی مقیم خارج از کشور هستم، ولی ایشون مجددا تماس گرفتن، منم صدای ایشون رو ضبط کردم از دفترشون که اگر نیاد ما برای خانمش پرونده درست میکنیم. مجدد من نرفتم، از طریق یک کارمند نامه ای رو فرستادم، اون خانم رو گرفتن، کارش به اورژانس کشیده شده و گفتن خانم بگو فلانی بیاد وگرنه برای تو هم پرونده درست میکنیم. فکر کردی برای ما پرونده درست کردن کاری داره؟ آقای جمال شما بودین تو این دادگاه شرکت میکردین؟ وقتی کسی اصلا هیچ جایی تو اون پرونده نداره بهش میگن ما برات پرونده درست میکنیم، تهدید، ارعاب، تشویش اطمان عمومی، کاری که آقای مسعودی مقام با من کرده. خب آقای ریاحی، امروز در دادگاه گفته شده که شما فرار کردید، با پاسپورت جعلی هم فرار کردید و چنین نیتی هم داشتید، چون خانوادتون رو قبل از این خارج کردید. از سال 2015 میلادی، از سال 2016 میلادی خانواده من مقیم خارج از کشور هستن، گذرنامه همه ما ها صادر خارج از کشور هست، ما اصلا ایران نبودیم. من به خاطر این دادگاه ها برگشتم ایران. من همواره از مرزهای قانونی کشور وارد و خارج شدم، همواره فقط از گذرنامه خودم استفاده کردم و تمام مطالبی که آقای قاضی میگه متاسفانه کذبه. فرقی که بین من و ایشون هست اینه که ایشون اون بالا نشسته، هر مطلبی که ایشون بگه از لحاظ همون توپخانه رسانه‌ای ایشون تبدیل میشه به مطلبی که در تمام دنیا پخش میشه. مطلبی که ماها بگیم متاسفانه در خفا قایم. اجازه بدید که متاسفانه مطالب ایشون همش کذب. اجازه بدید که در مورد پرونده هم حرف بزنیم. شما متهم فرعی هستید در این پرونده، اتهام شما هم بر اساس اونچه که در کیفرخواست 427 صفحه نوشته شده معاونت در تحصیل مال هست. خیلی البته حرف است در مورد شما، معناش چیه؟ یعنی چه اتفاقی افتاده در این پرونده؟ ببینید پرونده‌ای که تشکیل شده، من خودم در جلسه دفاع خودم از آقای قاضی هم تشکر کردم، چون من خودم در دادگاه با پرونده آشنا شدم. پرونده‌ای که تشکیل شده این هست که میگن یک گروهی که متهمین اصلی هستن از ارزهایی که در اختیارشون بوده سوء استفاده کردن و یک عده به اونها کمک کردن که از این که کار اونها راحت بشه، یا اینی که کارشون تسهیل کردن و کمک کردن به اونها. ما فکر کنم 4 یا 5 نفر هستیم که متهمینی هستیم که معاونت در اخلال به ما اتهام زده شده، یعنی میگن شماها کمک کردید. اتهام بنده این هست، میگن که 2 نفر از متهمین رقم 80 میلیون یورو، آقای کمال 80 میلیون یورو ارز رو ورداشتن دادن به یک شرکتی که شما در اون شرکت چون مشاور بودی مطلع بودی و کمک کردی که اونها این ارز رو بدن به اونجا و از این دادن منافعی ببرند. این اتهام من هست که خب من در دادگاه هم توضیح دادم نه تنها این اتهامو قبول ندارم، اصلا مواردی که گفته میشه متاسفانه اشتباهه. مواردی که در این دادگاه گفته میشه متاسفانه فقط یک طرفه رسانه خبرسازی میشه و مردم مطلع نمیشن از واقعیت ها. یعنی واقعیت ها اون چیزایی نیست که در اطلاع رسانی میشه از طریق همون رسانه ای که آقای مسعودی مقام من صداشو دارم میگه رسانه ها همه با منن، توپخانه رو میریزم سر. آقای ریاحی، متهم ردیف اول رضا حمزلوه، درسته؟ بله. شما با ایشون ارتباط کاری داشتید؟ نداشتید؟ این رو انکار میکنه. شما مشاور ایشون بودید؟ بله، مدت 9 ماه در شرکت بازرگانی پتروشیمی مشاور آقای حمزلو در امور پروژه ها بودم. و این اتفاق ها هم در همون 9 ماه افتاده؟ پرونده مربوط به 2 سال عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی است، یا 3 سال، من دقیق نمیدونم. ولی این 6.6 میلیارد یورویی که میگن مردم نمیدونن، بازم یعنی اکثریت جامعه اطلاع ندارن از این موضوع. موضوع اینه که میگن در این 6.6 سوء مدیریت شده. در مورد آقای حمزلو میگن شما ارز رو دادی به جایی و از اون سوء استفاده کردی، که نظر بنده این نیست. مثلا در مورد اون جایی که من بودم، من میگم ایشون نه تنها سوء استفاده نکرده، خدمتی کرده که تا سالها هم باقی خواهد ماند در اون کشور. در دادگاه گفته شده که شما مستنداتی رو علیه خانم مرجان شیخ الاسلامی که ایشون هم متهم هستند و شما متهم هستید که با ایشون و آقای حمزلو در ارتباط بودید، به دادگاه ارائه کردید. این مستندات چیه؟ ببینید آقای جمال، اول من یه سوالی رو با سوال جواب بدم، اونم اینه که این پرونده در سال 92 تشکیل شده، الان 8 سال از عمر این پرونده میگذره و ببخشید وای بر دادگاهی که مستندات من بتواند روشنگری بکند بعد از 8 سال.
آقای مسئولی مقام در جلسه اول گفتن ما هزاران صفحه مستندات تشکیل دادیم. اگر بنده مستندی بدم که جهت پرونده تغییر بکنه، اگر من مستند بدم یعنی روی این پرونده کار کارشناسی خوب نشده. مستنداتی که بنده ارائه دادم دال بر این هست که اون سوء استفاده هایی که نظر دادگاه هست به اون شکلی که در کیفرخواست ذکر شده انجام نشده، اصلا اتفاقات دیگه افتاده که شاید به تجارت خودشون ربط داره. همسر شما زینب نعمت‌زاده هم در شرکت توسعه داروی رسا مطرح بوده. امروز باز گفته شده که گویا شما اسنادی رو در این رابطه و همینطور در مورد آقای نعمت‌زاده پدر همسرتون به دادگاه دادید. بله، اولا همسر بنده پزشک است، هیچ وقت در شرکت‌های دارویی کار دارویی از اینجور کارا نکرده، اشتغالی در این حوزه نداشته، در یکی از شرکت‌های فرعی خواهرش به خاطر مدرک تحصیلی که داشته اسمش گذاشته شده. خب به پرونده خواهر ایشون رسیدگی شده، حکمش هم صادر شده، ایشون هیچ وقت هیچ جا متهم نبوده، هیچ وقت مورد سوء زن هم حتی قرار نگرفته خوشبختانه. اینی که گفته میشه بنده مدارکی دادم، ببینید بنده همه بهم توصیه کردن هیچ وقت مصاحبه نکن چون هرچی بگی میگن داماد یکی از افراد دولت هستی و فلان و بهمان اینها. خیر، اسنادی که مورد اشاره هست بنده گزارشی رو تقدیم قاضی کردم مبنی بر اینی که اگر این 14 نفری که در این پرونده هستن اخلال کردن، به نظر من در 8 سال گذشته در حوزه انرژی کل کشور از بین رفته. گویا در جلسه که صدور کیفرخواست یا حالا در جلسه دادرسی حرفی از روابط با چین هم هست. گویا شما مثل اینکه ملاحظه‌ای داشتید یا نظری داشتید در زمینه مسئله ارتباط با چین و قرارداد نفتی یا گازی با چین که این روزها هم خیلی محل بحثه. ببینید، میگم کاش ما به نقطه‌ای برسیم که مطالبمون به جای عام، به جای اینی که ذهن مردم رو مغشوش بکنیم، اول به صورت تخصصی مطالب رو بررسی بکنیم. همونطور که این پرونده یک پرونده سطحی کارشناسی نشده است، در مورد ارتباط با کشور چین در سال 1387 اگر من اشتباه نکنم یک قرارداد تجاری بین ایران و چین بسته شد. در بخشیش منده مأمور شدم که قرارداد تجاری رو برای 3 تا پتروشیمی امضا بکنم با شرکت‌های چینی. من به خاطر مسائل و دغدغه‌های این کار رو نکردم، از این موضوع سر باز زدم. علتش هم این بود که فکر می‌کردم به تعهدات پاسخگو نخواهند بود طرفین. در جلسه نهم دادگاه آقای قاضی از من پرسیدن، گفتن شما قرار بوده با شرکت‌های چینی قرارداد امضا کنی، چرا این کار رو نکردی؟ بنده با ذکر دلایل عرض کردم که این قرارداد قرارداد ترکمنچای دوم است، چون ما پولمون رو می‌دیم با سالی 10% سود. این موضوع در مورد پتروشیمی های کشور اتفاق افتاده، نمیتونم اینجا ذکر بکنم، ولی به ریز میگم خدمتتون ما مراوداتی که در دهه گذشته داشتیم به نفعمون نبوده، علارغم اینکه به نظر من در این حوزه دولت محترمی که الان هست بزرگترین خیانت رو کرده، در زمانی که باید وارد مذاکره نشده و امروز یک کاری بسیار دیر داره انجام میده. در مجموع اتهامی که مربوط به شماست، اگر مسئله مالیش رو گردش رو در نظر بگیریم چقدره؟ بالاخره بعد این میخواید چیکار کنید؟ یعنی دیگه در دادگاه حاضر نمیشید؟ قبول ندارید دادگاه رو؟ ببینید، بنده یک سوالی دارم از رئیس محترم قوه قضاییه یا هر کسی که مسئول این موضوع است. در دادگاه‌های استیجازه قرار شده با سرعت بیشتر به خاطر فساد جاری در کشور به پرونده‌های اقتصادی رسیده بشه. آیا سرعت بیشتر و دادن قدرت بی‌نهایت تک مرحله‌ای به یک قاضی باعث میشه ایشون بتونه الفاظی که حد شرعی داره، الفاظ بسیار زننده که من همه‌شو ضبط کردم، در قبال شما و خانوادتون استفاده کنه؟ وقتی کارمند شما رو به پرونده سازی متهم میکنن، آقای جمال ببخشید، بنده 6 سال رفتم آمدم به این نتیجه رسیدم که حکم بنده توسط ایشون از پیش نوشته شده هست، ایشون حکمی رو برای بنده صادر خواهد کرد. بنده متاسفانه میگم آمادگی دارم به صورت علنی، ببینید میگن این دادگاه ها علنی است، خیر، این دادگاه، من تنها دادگاهی رو که علنی میدونم دادگاه آقای کرباسچی بوده. دادگاه‌هایی که به صورت یک طرفه توپخانه رسانه رو می‌ریزن روی متهمین، اگه دادگاه علنی از رادیو پخشش کنید. ببینید آقای جمال، من که متهم فرعی این پرونده هستم، ببخشید به حاشیه میرم، وکلای این دادگاه‌ها وکلای ماده 48 هستن، یعنی وکلایی که از طرف قوه قضاییه و در دستگاه‌های امنیت صاحب صلاحیت تشخیص داده شدن برای رسیدگی به این برای وکیل شدن در این پس پرونده. پس شما نمی‌خواید که در ادامه دادرسی شرکت بکنید و از نظر شما پرونده مختوم است؟
ببینید نه خیر اینطور نیست. ببینید وکلایی هم که در این پرونده ها حاضر هستن میگن پرونده پتروشیمی یک پرونده اقتصادی حقوقی نیست. آقای مسعودی مقام یک پرونده سیاسی امنیتی درست کرده و اجازه نمیده به اون پرونده به طور درست رسیدگی بشه. من نفر فرعی هستم ولی حاضرم با اطلاعاتی که در 6 سال گذشته کسب کردم با هر خبرنگار داخلی که بنده متهم نشم به خدای نکرده بر خلاف مملکت قدمی برداشتن در این زمینه مصاحبه کنم. گفتگوی بود با علی اشرف ریاحی، یکی از متهمان پرونده فساد کلان اقتصادی. باید اضافه بکنم که در این مصاحبه آقای ریاحی اتهاماتی رو در مورد مقامات قوه قضاییه ایران و قاضی پرونده مطرح کرد. در صورتی که اونها حاضر باشند به این اتهامها پاسخ بدند، بی بی سی پاسخ اونها رو هم پخش خواهد کرد. ولی همکارم علی خردپیر اینجا در استودیو با من. علی، اصل این پرونده آقای ریاحی هم کم و بیش بهش اشاره کرد، برمیگرده به اواخر محمود احمدی نژاد، درسته؟ بله، از سال 1389 تا 1393، یعنی یک دوره 3 ساله فعالیت شرکت بازرگانی پتروشیمی که البته واگذار شده بود از سوی سازمان خصوصی سازی، و امروز ما داریم در مورد یک پرونده بزرگ یا به عبارتی بزرگترین پرونده فساد مالی در دوران جمهوری اسلامی ایران حرف میزنیم که صحبت بر سر 6 میلیارد و 650 میلیون یورو تخلف مالی هستش. تا اینجای کار نام 15 نفر مطرح شده. در ابتدا نام 14 متهم مطرح شده بود و پس از خروج آقای مهدی شریفی نیک نفس در که سال تیر 93 مدیر عامل شرکت پتروشیمی بازرگانی شده بود و پیش از اون، یعنی در دوران تخلف، معاونت مدیر عامل رو بر عهده داشت، اسامی به 15 نفر رسید. چه اتفاقی افتاده؟ آقای مثلا ریاحی میگفتن که یک پرونده در حقیقت سوء مدیریت مالی است، تا اینکه مثلا اختلاسی اتفاق افتاده باشه یا حیف و میلی صورت گرفته باشه. آنچه که تا اینجای کار روشن هست از گزارش هایی که از دادگاه میاد بیرون، از صحبت هایی که برای مثال وزیر نفت ایران مطرح کرده، این هستش که شرکت بازرگانی پتروشیمی کارگزار فروش محصولات پتروشیمی بوده. در دوره این کارگزاری به صورت مستقیم بوده، زمانی که زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و در نهایت تابعه وزارت نفت بوده، و در دوره‌ای که در واقع از سال 88، از آذر سال 88 و پس از واگذاری هست، به صورت مستقل این کار رو انجام میده. بحث بر سر این هست که ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به وزارت نفت بازگردونده نشده، و میدونیم که این واگذاری ها سبب میشه تا مجموعه ای از شرکت های تابعه شکل بگیره. برای مثال یکی از متهمین این پرونده خانم شیخ الاسلامی، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، برای مثال 2 شرکت رو در ترکیه به ثبت رسونده بود. تمام بحث بر سر این هستش که در دوره‌ای که دوره آقای محمود احمدی نژاد بود و در واقع بحث تحریم‌ها وجود داشت، این ارز به کشور باز نگشته. ممنونم از همکارم علی خردپیر. اسنادی درباره مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا به دست بی بی سی فارسی رسیده از اختلافات قابل توجهی در نحوه شیوع بیماری در مناطق مختلف کشور پرده برمی‌دارد. در حالی که اکثر استان‌ها با یک موج بیماری مواجه بودند، بعضی از استان‌ها از جمله تهران 2 موج را تجربه کردند. در کنار این، احتمال فوت مبتلایان در بعضی از استان‌ها 3 یا 4 برابر استان‌های دیگر بوده. بهرنگ تاج‌دین نگاهی کرده به این داده‌ها. اطلاعاتی که درباره افراد مبتلا و قربانی کرونا در ایران به بی بی سی فارسی درس کرده، نکات مهمی رو درباره شیوع ویروس در مناطق مختلف کشور مشخص میکنه. برای مثال، زمانبندی شیوع در استانهای مختلف با هم تفاوتهای مهمی داره. در استانهایی مثل قم و گیلان، آمار مرگ و میر روزانه در اواخر اسفند اوج گرفته و بعد از اون پایین اومده و پایین هم مونده.
در مقابل استانهایی مثل خوزستان و کردستان رو داریم که از موج اول نسبتاً در امان بودن، ولی در اواخر بهار و اوایل تابستون شاهد بالا رفتن آمار قربانیان کرونا بودند. بعضی استانها مثل تهران، البرز و آذربایجان شرقی هم دو موج رو تجربه کردند، یکی دم عید و یکی از خرداد به این طرف. ولی دلیل این اختلاف ها چیه؟ علت این که در بعضی از استانها ما دو اوج در بیماری میبینیم در واقع موفقیت نسبی کنترل بیماری هست که در واقع اون اوج اول رو به پایین میاره، ولی به خاطر حالا خستگی جمعیت یا عوامل مختلف وقتی در واقع بیزنس ها همه مراکز کاری برگشت کردن به سر کار، وقت اون موج دوم شروع میشه. نمیتونیم مطمئن باشیم که موج دوم در استانهای دیگه نخواهد اومد. اگر اون فعالیت های در واقع بهداشتی و جداسازی جمعیت فاصله گذاری ها انجام نمیشد، به طور طبیعی خب این بیماری یک اوج میداشت و با اون یک اوج پیش بینی ها این است که بین 50-60% جمعیت رو درگیر میکرد. اگه شمار جانباختگان رو با جمعیت استان‌ها مقایسه کنیم، می‌بینیم که قم، گیلان و گلستان بالاترین میزان مرگ و میر سرانه رو داشتند. ولی توزیع جغرافیایی مبتلایان قطعی و احتمالی ویروس کمی فرق می‌کنه. 6 استان خوزستان، زنجان، مازندران، تهران، قم و یزد استان‌هایی هستند که به نسبت جمعیتشون بیشترین تعداد مبتلا رو داشتن و چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان کمترین موارد ابتلا رو. حالا اگه این دو مورد یعنی موارد ابتلا و مرگ و میر رو با هم مقایسه کنیم، میبینیم که ظاهراً اختلاف شدیدی در احتمال درگذشت مبتلایان به کرونا در استانهای مختلف وجود داشته. در گیلان، قزوین، قم، گلستان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان از هر کمتر از 8 مبتلا یکی فوت کرده، در صورتی که در بعضی از استانها از جمله فارس و بوشهر از هر بیشتر از 18 مبتلا یک نفر درگذشته. اینکه در استانهای مختلف نسبت تعداد متوفاها به تعداد بیماران کووید 19 متفاوت است میتونه تحت تاثیر دو عامل باشه. یکی اینکه دسترسی به تشخیص کووید 19 در استانها مختلفه، در نتیجه تعداد کیسایی که ما تشخیص میدیم کم و زیاد میشه در اثر این عامل. و یکی دیگه این هستش که آیا کسایی که مبتلا میشن جوانترها هستن بیشتر یا پیرترها، و این نشون داده شده در خیلی از استانها نسبت این سن بیشتر به سمت جوانها میره و این نسبت متوفاها رو کمتر خواهد کرد. این آمار و ارقام استانی نشون میده که کنترل شیوع کرونا علاوه بر اقدامات ملی به تصمیم گیری و سیاست گذاری منطقه‌ای هم نیاز داره. دکتر آرش علایی، مدیر انستیتوی بهداشت جهانی و آموزش بین الملل از لس آنجلس آمریکا با ما هستن. آقای دکتر، چرا بعضی از استانها مثل تهران، البرز، آذربایجان شرقی دو موج رو تجربه کردند؟ به عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون. ببینید، نکته مهم اینه که این موج‌ها چرا مهمند؟ به خاطر اینکه ما اصلا کوشش بر اینه که یک بیماری نوپدیدی که ایجاد میشه و گسترش پیدا میکنه تعداد مبتلایان چه کار کنیم که این گسترش کنترل کنیم و دو مرتبه گسترده نشه. حالا به خاطر کنترل کردن این موضوع نیاز هست که هر استان، هر منطقه، هر کشور زیر ساختها و امکاناتی که داره رو بسنجه و پاسخ مردم رو هماهنگ کنه با تصمیم‌های علمی درستی که میگیره. به نظر میرسه در ایران از روز اول، ما در برنامه شما بودیم، چندین بارم اساتید مختلف توضیح دادن که باید ایران استانی عمل کنه، استانی گزارش بده، ولی اونجا به نظر میرسه که ایران در جاهایی که استانی عمل کرده و سیاست زدگی کمتر بوده، موج اول داشته و بعد کنترل شده و مردم هم پاسخ دادن، ولی در اون جاهایی که سیاست غالب بوده مثل استان تهران، چون مردم، دو تا بحث است، آیا مردم
پاسخگو باید باشن یا دولت، هر دو، هم دولت هم مردم. ولی مردمی که در تهران هستن با قم، با سایر استانها که فرق نمیکنن، همون فرهنگ، همون پاسخه. پس چرا در استانهای دیگه خوب پاسخ دادن؟ چون سیاست زده نبوده، برنامه هم درست بوده. ولی در تهران مکررن ما از رئیس محترم برنامه استانی کرونای تهران، کووید 19 تهران، دکتر زالی شنیدیم که بحران اعلام میکرد، ولی به خاطر سیاست زدگی عملکرد برنامه ریزی درست نبوده و ما دو تا موج پشت سر هم میبینیم. و به همین دلیله که در قم و گلستان ما فقط یک موج داشتیم، پایین اومده، همچنان هم پایین مونده؟ دقیقاً به خاطر همینه، یعنی نیروها متمرکز شدن، مردم هم پاسخ مناسب دادن و آمده پایین. حالا در آینده چه پیش میاد؟ باز هم بستگی به این ارتباط متقابل سیاستگزار و مردم داره. یعنی اگر استان قم یا سایر استانهایی که منحنی رو به پایینه از طرف استاندارها ساده انگاری بشه، چون ویروس از بین نرفته، ویروس هنوز در اون جمعیت هست، این ساده انگاری باعث میشه که مردم هم ساده بگیرن، دو مرتبه تجمع بشه، دو مرتبه شیوع دارن. ولی ما یک نکته دیگر هم باید در نظر بگیریم، شهری مثل تهران با توجه به جمعیت زیاد این موج ها تلفات زیادی داره و چون تعداد مبتلایان زیاد میشه زیرساخت کاملی برای پاسخگویی به مردم نیست. در بعضی از استان ها از 8 مبتلا یکی جان دادن و در بعضی دیگه از 18 مبتلا یکی جان دادن، دلیل این تفاوت چیه؟ ببینید این دقیقاً برمیگرده به این که دو تا عدد ما میخوایم، استدعا میکنم از وزارت بهداشت مسئولین بیان این عدد رو بگن که کی تست در کدام استانها در دسترس بوده و چه نوع تستی انجام شده و چقدر. این چرا مهمه؟ به خاطر این که شاید در بعضی استانها به خاطر در دسترس بودن تست افرادی که شاید با نشانه های کم علامت بودند یا اینکه اصلا نشانه ای نداشتن هم تست شدن. مثلا ما دیدیم وقتی که تست ها وارد ایران شد نماینده های مجلس همه رفته بودن تست کرده بودن بدون علامت، مبتلا هم نشان داده بودن. ولی در بعضی استان ها به نظر میرسه وقتی تست در دسترس بوده که فقط پرداخته شده به افرادی که دچار علامت های شدید بیماری بودن یا به بیمارستان مراجعه کردن و در بیمارستان بستری بودن، به این خاطر احتمال داره که از این دهت، از این لحاظ بالا بوده. و نکته دوم اینه که ما در تهران هم بخش خصوصی رو داریم هم بخش دولتی. آماری که الان به نظر میرسه در دسترس شماست تجمیع آماری است که از مراکزی است که وابسته به دولت جمع شده. ما نمیدانیم در بخش خصوصی یا درمانگاه‌هایی که گزارش ندادن چه گذشته. و دو، دسترسی به امکانات تخصصی و فوق تخصصی در تهران بیشتر از استان‌های دیگه است و این نگرانی را از دو جنبه زیاد می‌کنه. یک، تعداد جمعیت بالای تهران فاجعه میذاره. دو، وقتی که این بیماری داره میره به مناطق مرزی و روستایی، چون امکانات تخصصی اونجا کم هست، ما یک موج فوت در آینده یکی دو ماهه در اونجاها خواهیم داشت. بسیار ممنونم از دکتر آرش علایی، مدیر انستیتوی بهداشت جهانی و آموزش و بین الملل در لس آنجلس آمریکا با ما. دو روز پیش وزارت اطلاعات ایران گفت که جمشید شارمهد رئیس گروه تندر را بازداشت کرده. وزارت اطلاعات جزئیات دستگیری او را اعلام نکرد، اما روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران گفت که او در تاجیکستان بازداشت شده. حالا وزیر کشور تاجیکستان خبر بازداشت آقای شارمهد در کشورش را رد کرده. جمشید شارمهد رئیس رسانه انجمن پادشاهی ایران است. غزل شارمهد، دختر جمشید شارمهد، از لس آنجلس آمریکا با ما هستند. خانم شارمهد، اول ازتون می‌خواستم بپرسم که آیا اطلاعات تازه‌ای از پدرتون دارید یا نه؟ درود، اطلاعات تازه ای ما نداریم. آخرین باری که باشون صحبت کردیم، مادرم باشون صحبت کردش، با تلفن تصویری دیدنشون 28 جولای بودش که تو هتل بودن در دبی و در راه سفریشون برای سفر کاری به هندوستان بودن و صحیح و سالم بودن. بعد از اون دیگه جواب ندادن، نه به تلفن ها، نه به تکست مسیج ها. البته بهمون گفته بودن که گوگل ترکرشون رو در اختیارمون میذارن و ما میتونستیم ببینیم که پدر من کجا هستن و دنبالشون بکنیم. و بعد از دو روز که دیدیم که هیچ جوابی بهمون ندادن و سر از عمان در آورده بودن، روی ترکرش میتونستیم ببینیم، یه مسیج فقط بهمون دادن که من خالم خوبه و تماس میگیرم، که این آخرین تکست مسیجی بود. و اون
31 جولای بودش و روز بعدش تو اخبار فهمیدیم که ایران اعلام کرده که پدر ما را دست اوناست و ویدیو رو دیدین که همتون شما هم حتما دیدید. بله 31 جولای آخرین تماستون بوده، یعنی 4 روز پیش. اصلا گفته بودن که ممکنه به عمان سفر کنن، چون گویا آخرین باری که از ایشون خبری دارید در عمان بوده دیگه، درسته؟ نه، ما از عمان ازشون خبر نداریم، خبر تکست مسیج داریم که نمیدونیم اون تکست مسیج از طرف پدرم بوده یا کسایی که اومدن دزدیدنش این تکست مسیج رو دادن. من از اولش که اول سال رفته بودش از کشور بیرون برای سفر کاریش بودن که رفته بودن در هند، اونجا چون تو آیتی کار میکنن، سافتویر کار میکنن، میرن آلمان، میرن هند، میرن جایی که آیتی هستش، رفته بودن هند، ولی متاسفانه به خاطر این جریان کرونا تمام کشور رو بسته بودن، یعنی حتی از هتلشون نمیتونستن بیان بیرون، نمیتونستن برن خرید بکنن، نمیتونستن برن دکتر یا قرص بگیرن و 3 ماه اونجا بودن که هر چند وقت یه بار، فکر کنم 5 دفعه تو تمام این مدت هند گفتش که دراشو باز میکنه، میذاره مردم برن، بعد دوباره میگفت نه، بازم اکستند میکنن. خلاصه خیلی وقت اونجا گذشت و از اونجا که وقتی اولین پروازا رو اجازه دادن که از هند بیان بیرون، پدر من خواستش کنسل بکنه این تریپش و برگرده آمریکا. متاسفانه آمریکا اون موقع یه ترافل بن گذاشته بود و نمیذاشتش آدمایی که به جز آدمایی که گرین کارت داشتن و آدمایی که سیتیزن آمریکا بودن کسی رو راه نمیدادن، یعنی همه اونا که ویزا داشتن نمیتونستن اون موقع برن توی کشور و پدرم تو آلمان گیر کرده بود. آلمان هم که سفارتش و اینا خیلی سخت بودش آدم اون موقع بره و بخواد ویزا عوض کنه یا کاری بکنه و اینا، ترمینای خیلی دیری بهمون میدادن برای 2 ماه بعد، 4 ماه بعد و اینا. گفتش بهترین راهش اینه که الان وقت تلف نکنم، برگردم به هندوستان، اونجا ببینم میتونم کارهای آی تیم رو راه بندازم یا نه، شاید یکم آزادتر شده باشه، شاید کمپانی باز شده باشن و همین این فکرها کردن. و اولین پروازی که تونستن بگیرن از طریق دبی بودش که برسن هند، که آخرین بار تو دبی باشون صحبت کردیم و هیچ حرفی از عمان یا جای دیگه نزدن و فقط هدفشون این بودش که برن هندوستان و دیگه ازش خبری نداریم. پس با این حساب خانم شارمحت، شما ماه هاست که پدرتون رو از نزدیک ندیدید، درسته؟ بله درسته، یعنی از طریق خودمون که ندیدیمش، ولی سکایپ می آمدن، بالاخره تصویری ما باشون صحبت می کردیم، بالاخره بیرون از کشور بودن می دیدیمشون که چی کار دارن می کنن، چی دارن می خورن، چی خانوادگی دیگه می دونستیم که چی کار می کنن تا اون روزی که توی دبی دیگه ندیدیمش. 11 سال پیش گویا به جان پدر شما در آمریکا سوء قصدی شده بود، خب ایشون علیه حکومت در ایران فعالیت داشتن، هیچ نوع حفاظت امنیتی داشتند؟ احتیاط میکردند که مثلا جاهایی نرند که ممکنه براشون درد سرساز بشه؟ بله، اون موقع که ایران کسی رو فرستاده بود به آمریکا که پدر منو ترور بکنه، اصلا پلیس آمریکا و دولت آمریکا گفته بود پاتون رو فعلا از آمریکا نذارین بیرون، چون که ما اونجا نمیتونیم کاری براتون بکنیم. و پدر من با ویزای بیزنسی اومده بود اینجا و مجبور بودش هر 1 سال یا 2 سال یادم نیستش یه بار بره آلمان، برگرده اونجا کانترکتاشو درست کنه که ویزاشو از دست نده، و ویزاشو به خاطر این کار اول از دست داد و تو این 11 سال سعی کردم ویزای جدید براشون بگیرن که ویزای یو ویزا بهشون دادن. و بعد از این همه سال که همه چی گذشت، این اول سال بودش که بهشون گفتن که میتونیم برای کوتاه مدت برین و بیان، و مشکل کاری هم داشتن و گفتن خب بهتره من برم یه بزنس تریپ و بیان، ولی نه به کشورهایی که مشکل ساز بودن. یعنی همون موقع که پاشون رو گذاشتن تو دبی، مادر من یکمی شک کردش و ترسیدش و پدرم گفتش نه ترس، اینجا هیچ نیست، فقط کوتاه مدت هستش و من بهتون ترکرم رو میدم. خیلی کوتاه، وقتمون کمه. پدر شما تابعیت آلمان رو داشتن؟ بله. و شما تابعیت آمریکا رو دارید؟ نه، ما همه تابعیت آمریکا رو، آلمان رو دارید. آلمان رو. آیا
آیا شکایتی کردید، به جایی مراجعه کردید که پیگیر وضعیت پدرتون بشن؟ ما به هر جایی که میتونیم شکایتمون رو کردیم و چون پدر من ساکن آلمان هستم، ما تقاضا داریم از دولت آلمان، از خانم مرکل، از آقای هاس که فوراً فشار بیارن به جمهوری اسلامی که پدر منو بتونن آزاد کنن، چون نه تنها به خاطر اینکه گرفتنش اونجا، پدر من مریض حالن، الان 10 ساله هستش که پارکینسون دارن، مریض قندی دارن، مریض قلبی دارن و من نمیدونم اصلا که کجا هستن یا زنده هستن، ولی میدونم حتی اگه شکنجهش هم ندن، اگه قرصاش در وقت بهشون نرسه، من نمیدونم شما پارکینسون رو میدونین که چجوری یا نه، پاهاشون رو نمیتونن تکون بدن، نمیتونن بلند شن، نمیتونن حرف بزنن و حتی نمیتونن نفس بکشن و من نمیدونم که به پدر من حتی آب و غذا میدن، ولی چه برسه به اینکه قرصاش بدن. برامون سخت بودش که وقتی تو هندوستان گیر کرده بود چجوری ما دکتر ببرنشون یا قرص براشون بتونیم بگیریم و الان نمیدونه مثلا کجای دنیا نگرشون داشتن، میگن تو ایران، میگن تو زندان، کسی نیستش که اصلا بدونه که کجا هستش. و برای اول هم از دولت آلمان درخواست داریم که سریع فوراً با فشار بذارن روی این قضیه و از همه نیروهای بین المللی. و خانم شارمر، از فعالیت‌های سیاسی پدرتون چقدر اطلاع داشتید؟ خصوصاً این که خب در ایران بعضی از رسانه‌ها ایشون رو متهم می‌کنن که در بعضی از فعالیت‌های خشونت آمیز دست داشته یا دست کم اون رو تبلیغ یا حمایت کرده. بله، از وقتی که پدرم ترور شدن تو آمریکا، یعنی یکی رو فرستاد اینجا که ترورش بکنن، پدر ما سعی کردش که به ما چیزی زیاد نگن، ما رو از ما حمایت بکنن و نظرم ما در خطر بیافتیم، ولی پنهان که نمی کرده کارشون. و کار پدر من این بودش که بیرون از کشور، توی یک کشوری که آزادی بیان داریم و آزادی ژورنالیستی داریم، بیاد حرفای مردم رو پخش کنه و حرفای مردم و فعالیت‌هایی که دارن در کشورشون میکنن و اونجا دارن آزارشون میدن، پدر ما بهشون یک پورت داده، یک جایی رو داده که اینا بتونن این حرفشون رو بزنن، بگن چیکار بکنن، چیکار کردن، چیکار نکردن، چه خوب و بد. حالا من اونا رو نمیخوام راجبش اصلا حرف بزنم، ولی پدر من یک ژورنالیسته، مثل شما که دارین الان خبر پخش میکنیم، کارش اینه که حرف مردم رو پخش بکنه و شاید نظرم دربارش داشته باشه. پدر من کسی هستش که حتی مورچه ها یا عنکبوت تو اتاقمون وقتی ما بچه بودیم میگفتیم بابا اینو بکش، بس میترسیدیم، میگفت اینا دوستای منن، چرا بکشنشون، اینو شما اومدین اینجا خونه ساختین تو جای عنکبوت. یعنی پدر من به کسی دست نزده، به کسی کاری نداشته باشه و اینا میگن که رئیس تندره یا نمیدونم چی تندره. انجمنای اینجوری اصلا رئیس ندارن، چیز مثل جمهوری اسلامی نیستش که یک ملا اون بالا نشسته باشه دستور بده، فرمان بده، مردم عمل بکنن. این یک عقیده است، این یه چیزی که مردم ایران دارن میکنن و چه بدر من باشه، چه بدر من نباشه، چه کسی دیگه باشه نباشه، خبرنگارا بگن یا نگن، مردم اینو دارن انجام میدن و پدر من مسئول کار مردم نیستش، مسئول کار خودش و کار خودش این هستش که راجع به دولت حرف زده و توی کشوری حرف زده که اجازه حرف داره، نرفته. متشکرم، وقتمون تموم شد. سپاسگزارم از غزل شارمهد، دختر جمشید شارمهد از کالیفرنیا با ما. وزارت دفاع افغانستان میگوید حمله به زندان ننگرهار که دیروز آغاز شده بود با کشته شدن تمامی 10 مهاجم پایان یافت. مسئولیت این حمله را که به گفته مقام‌های محلی در نتیجه آن 29 نفر از جمله چندین غیر نظامی و زندانی کشته شدند، گروه داعش پذیرفته. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. حمله گروهی جنگجیان حوالی ساعت 7 عصر دیروز آغاز شد با تاکتیک تقریبا همیشگی. در ابتدا انفجار موتر بم گذاری شده و سپس هجوم جنگجیان. شماری از آنها وارد یک ساختمان 5 طبقه شدند و چند نفرشان هم داخل زندان شدند. بلا فاصله بعد از انفجار اول شمار زیادی از مردم را دیدم که زخمی روی زمین افتاده بودند.
از محل خارج شدم. نمیتوانستم به زخمی ها کمک کنم، چرا که پشت سر هم انفجار میشد. خانه نیروهای امنیتی آباد که آمدند و اوضاع را کنترل کردند. در زندان جلال آباد حدود 2000 نفر از جمله جنگجویان طالب و داعش زندانی بودند. گفته شده شماری از زندانی ها فرار کردند و برخی دیگر دوباره بازداشت شدند. داخل زندان بعضی ها تیر خوردند و زخمی شدند. نمیفهمم حالا زنده هستند یا نه. با ما میگفتند که بیرون شوید، چرا اینجا نشسته اید؟ ما را کشان کشان بیرون بردند. ببینید لباسم در همین کشمکش پاره شده. مجبور شدیم به خاطر نجات جانمان بیرون شویم. با طولانی شدن حمله، محمد یاسین ضیا رئیس ستاد مشترک ارتش به جلال آباد رفت. وزارت دفاع گفته که آقای ضیا به محل جنگ رفت تا عملیات پاکسازی را رهبری کند. حمله دیروز در سومین روز عید قربان و آخرین روز آتش بس بین طالبان و دولت افغانستان رخ داده. طالبان دست داشتن در آن را رد کردند. گروه داعش اما مسئولیت آن را بر عهده گرفته. ننگرهار ولایتی است که داعش در افغانستان از آنجا اعلام موجودیت کرد. پناهگاه اصلی این گروه هم تا مدتی همین ولایت بود. از دید دولت افغانستان حالا کمر داعش در این کشور شکسته شده. دست کم 6 رهبر و مقام بلندپایه آن کشته و دستگیر شدند. از جمله 2 روز پیش امنیت ملی اعلام کرد که اسدالله اورکزی مسئول عمومی استخبارات گروه داعش در افغانستان را در ولایت ننگرهار کشتند. حمله دیروز دست کم بیانگر 2 موضوع است. طالبان هم اگر در آتش بس باشند، جنگ ولو کم ادامه دارد. و دیگر اینکه داعش با وجود اینکه دولت میگوید کمرش شکسته شده، همچنان در افغانستان نفس میکشد و میکشد. علی حسینی، بی بی سی، کابل. جاوید جاوید، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از کابل با ماست. آقای جاوید، بارها در گزارش هم اشاره شد دولت افغانستان حرف از پیروزی بر داعش زده. حتی یک بار اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این پیروزی رو به متحدان بین المللی خودش تبریک گفت. چه اتفاق افتاده امروز و دیروز؟ خب شما همونطور که در گزارش اشاره شد میبینین که حملات داعش اکنار از اینکه از دیروز آغاز شد، حملات اخیر در خط یک سال گذشته نشان میده که هسته های پنهان و خفته داعش هنوز هم در افغانستان فعال است. در سال 2019 رئیس جمهور اشرف غنی به ننگرهار رفت و اعلام شکست داعش را در افغانستان کرد، اما همونطور که من گفتم حداقل اتفاقاتی که یک دو سال اخیر حداقل حمله که بر بیمارستان در غرب کابل اتفاق افتاد، همزمان با او حمله که بر در امثال سیکا در کابل اتفاق افتاد، نشان میدهند که همو هسته های خفته داعش یا شاخه خراسان هنوز هم در افغانستان زنده است و به تعبیر آقای حسینی که نفس میکشند و میکشند. اما یک نکته دیگر هم اشاره بکنم در مورد داعش حداقل در افغانستان، اون است که ما زمانی که حداقل پژوهش هایی که در قسمت گروه های میدانی در مورد داعش در افغانستان صورت گرفتن، نشان میده که داعش زیر یک استراتژی مشخص و معین و به عنوان یک گروه منسجم در افغانستان فعالیت نمیکنه. حداقل شما زمان سخن از داعش میکنید، شما با مشخص بسازید که منظور شما داعش در شرق افغانستان است، خصوصا در ولایت جلال آباد و کنر، و یا هم منظور شما از شمال افغانستان که در بدخشان باشه، و یا هم در غرب افغانستان که عبارت از دیبروز و فرا باشه. بنام داعش را که ما زمان سخن میزنیم این تحقیق هم باید متوجه باشیم که اگر در ادامه باز فرصت بود سرزی میشه صحبت بکنیم، مخصوصا در قبال منطقهی از اخل افغانستان مثل ایران و روسیه و اینا هم باز سرش میشه بعدا صحبت بکنیم. اما یک چیزی که مشخص است که داعش هست حال پنانش هنوز هم در افغانستان هست و وجود داره. و یک نکته دیگه من کوتاه اگر عرض بکنم نیست که داخل پس از گرفتاری اسلم فاروقی برداشت در افغانستانی بود که گروه داعش با شکست مواجه شده، اما عملات اخیری که نشان میده که به خیر این محاصره اشتباه بود. آقای جاوید، خیلی کوتاه وقتمون متاسفانه کمه، چی کار میشه کرد در چنین شرایطی با گروهی مثل داعش در افغانستان؟
خب حداقل سه تا استراتژی ما میتونیم دنبال بکنیم. یکی که ما همزمانی که در کنار استراتژی جنگی را ادامه بدیم، ما باید از لحاظ فکری هم با گروه داعش باید مبارزه بکنیم که اینا در حوزه های اکادمیک افغانستان میبینیم در حال سربازگیری در دانشگاه و مدارس اینا. دویی که در کنار ازی دولت افغانستان بتونه که اشراف استخباراتی را بر گروه داعش در افغانستان بیشتر بکنه تا تحرکات از اینا را نمانند که بیشتر شد. و سهی که یک چیزی که داعش ازش مخصوصا شاخه خراسان تهدید میشه از اون ناحیه رو منابع اقتصادی گروه داعش در افغانستان است که میخوانه منابعی که اینا تنبیل میشن و تشخیص میشن و قاچاق مواد مخدر و دسترسی و مواد نسبی هم دولت افغانستان میتونه برای سه محور تمرکز بکنه و حملات که اینا در اواخر شدت گرفته این کاهش حاد یافت. سپاسگزارم از جاوید جاوید، استاد دانشگاه تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از کابل با ما. انتشار آمار مربوط به کشته شدن کولبران در مناطق مرزی ایران واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و کولبر نکشید به هشتگ اول ایران در توییتر تبدیل شده. همزمان ده‌ها سندیکای کارگری در ایران و خارج از کشور با انتشار بیانیه خواستار تغییر سیاست حکومت ایران در برخورد با کولبران شدند. بر اساس آمار نهادهای مدافع حقوق بشر، سال گذشته 79 کولبر کشته شدند، اکثرا بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران. همکارم ژیار گل اینجا با منه. ژیار، مدت ها قبل حرف از تحقیق و تفحص بود، این بود که به این موضوع باید رسیدگی بشه، به کجا رسید؟ ببین جمال، زمستان حدود 3.5 سال پیش اگه یادت باشه ما گزارشی از مرز پیرانشهر یعنی در حاج عمران کردستان عراق داشتیم. این یک موجی رو داخل ایران به راه انداخت. خیلی از مقامات ایرانی هم عکس العمل نشون دادن، یک هیئت تحقیق و تفحص از طرف مجلس ایران به اون منطقه رفتن. حتی من یادمه یکی از نمایندگان تلاش کرد یکی از اون کولها رو بلند کنه، قول دادن اینا رو بیمه کنن، معابر بیشتری رو باز کنن، اینا رو سازماندهی کنن. اما اگه نگاه کنیم در چند سال گذشته از زمانی که اون گزارش پخش شده، آمار کشته‌ها و زخمی‌هایی که توسط نیروهای مرزی ایران هدف قرار گرفتن بالا رفته. در حقیقت نه تنها هیچ یک از اون قول‌هایی که داده شده بود عملی نشد، وضعیت بدتر شده. یک موضوع دیگه هم اینجا اشاره بشه، خیلی‌ها بعضی‌ها شایع کردن که این کولبرا دارن مواد مخدر و سلاح به داخل ایران می‌برن. اولا مواد مخدر از داخل ایران به طرف عراق میره، در دوران صدام که صفر بود، حالا رفته از طریق تانکر و تریلی هایی که از طرف ایران به اون طرف میرن چندین مورد شده، کشف شده. اما ما گزارشی نداریم حتی از طرف دستگاه های اطلاعاتی ایران که بگن مثلا کولبران سلاح به داخل ایران بردن. به همین جهت شایعات زیادی بوده. چیزی که اینا حمل میکنن، چیزی که من با چشم خودم دیدم، مثلا از اتکلون گرفته حالا 4 جعبه ویسکی یا آبجو یا شراب، اینا فقط بارو حمل میکنن. صاحب این بارها هم کردای عراق نیستن، کسایی هستن داخل ایران، اونم دست به دست میگرده تا به تهران به مصرف کننده برسه، چندین دست رو عوض میکنه. چند سال پیش اشاره کردی که به اونجاها رفتی، گزارشی هم داشتی در مورد یکی از کولبران که خیلی مورد توجه واقع شد، اگر اشتباه نکنم اسمش خضر بود. وضعیت اونجا چطوریه؟ آیا تغییری کرده اصلا؟ ببین وضعیت نه، به خاطر مثلا آیا وضعیت ایران شاید اینجوری نگاه کرد بهتر شده؟ نه، مثل همه مردم ایران شرایط وضعیت اقتصادی روز به روز بدتر میشه. خب اونجا مشکلات مضاعفه، بیکاری مضاعفه، نبود کارخانجات، به همین جهت افراد بیشتری به کولبری روی آورده. من یک بار اونجا بودم، باور کن جمال، شاید بشه از یک تپه از اونجا رد شد. برای شخصی مثل من که بالاخره هیچی رو حمله میکردم غیر من که دوبار نیفتی، حالا شما تصور کنید با این بار سنگین، با استراب که ممکنه از صخره بیفتی پایین، میدان مینه، گلوله بهت نخوره، اگه زمستان تو برف و بهمن گیر نکنید، حالا ببین این آدما در چه شرایطی قرار گرفتن که مجبورن تن به چنین کارهایی بدن. خیلی ممنونم از همکارم ژیار گل. اما یک شرکت آمریکایی با نیروهای کرد سوریه قرارداد نفتی بسته، اقدامی که خشم ترکیه رو برانگیخته. بیشتر منابع نفتی سوریه در مناطق تحت کنترل نیروهای کرد است. دولت سوریه هم این قرارداد را غیر قانونی خوانده و آمریکا را به دزدیدن نفت این کشور متهم کرده. همکارم پرهام قبادی گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم دیگه می‌بینیم. نفت دوباره آتش منازعات خاورمیانه را برافروخته. این بار قرارداد نفتی یک شرکت آمریکایی با نیروهای کرد سوریه.
توافقی که دولت سوریه آن را غیرقانونی خوانده و گفته دزدیدن منابع طبیعی این کشور است. 9 سال پس از شروع جنگ داخلی سوریه و ظهور و شکست داعش، حالا قسمت قرمز رنگ در دست نیروهای دولتی سوریه یعنی بشار اسد و همپیمانانش است. قسمت سبز رنگ در شمال در کنترل شورشیان و نیروهای جهادی است. قسمت خاکستری نیروهای ترکیه هستند و بخش زرد در کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها است. عمده چاه‌های نفت سوریه در این منطقه در شرق رود فرات قرار دارد که در دست کردها است. کردها در جنگ با داعش هم پیمان آمریکا بودند. دونالد ترامپ 9 ماه پیش و در زمان خروج نیروهای آمریکایی از سوریه گفته بود شماری از سربازانش برای حفاظت از تأسیسات نفتی می‌مانند. ما از منابع نفتی محافظت کردیم. به همین دلیل عده کمی از سربازان آمریکایی در منطقه میمونند. اونجایی که نفت دارن ما ازش محافظت میکنیم و تصمیم میگیریم که در آینده باهاش چه کار کنیم. آقای ترامپ همچنان در اظهار نظری جنجالی گفته بود دوست دارد اکسون موبیل یا یکی از شرکت‌های به گفته او خوب آمریکایی در سوریه قرارداد نفتی ببندد. اما وبسایت المانیتور میگوید این قرارداد نصیب شرکت دلتا کرسنت انرژی شده. شرکتی که علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید با ارتش آمریکا رابطه نزدیکی دارد. آقای ترامپ میدونست که برای پشتیبانی از به اصطلاح کردهای سوریه و بستن این قرارداد لازم است بخشی از نیروهای آمریکایی اونجا بمونند. این شرکت یه شرکتی است که ظاهرا با نظامیان آمریکا خیلی رابطه داره. این شرکتی این قرارداد گذاشته. علاوه بر این مثل اینکه آمریکایی‌ها مایل هستند که این ترک‌ها واقعا کردهای شمال سوریه واقعا یک منابع به اصطلاح مالی داشته باشن با این نفت. تا به حال غیر از سوریه تنها کشوری که به این قرارداد واکنش رسمی نشان داده ترکیه است. دشمن سرسخت نیروهای کرد در سوریه. ترکیه نیروهای کرد را که در جنگ با داعش همپیمان آمریکا بودند تروریست می‌خواند. وزارت امور خارجه ترکیه گفته این قرارداد نفتی به مثابه تأمین مالی تروریسم است. تلاطمی تازه در روابط پرتنش آمریکا و واشنگتن. ذخایر نفتی سوریه کمتر از 1/100 ذخایر عربستان و بسیار کمتر از ذخایر ایران و عراق است، اما از منابع اصلی مالی این کشور به حساب می آید. 12 سال پیش و قبل از شروع جنگ سوریه 406 هزار بشکه در روز نفت تولید می کرد. با آغاز جنگ داخلی تولید نفت حدود 50 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد و 2 سال پیش این تولید به پایین ترین حد خود رسید. 24 هزار بشکه در روز. یعنی 90% کاهش تولید. خاک سوریه میدان نبرد کشورهای منطقه‌ای و ابرقدرت‌های جهان است. و بار دیگر نفت آتش درگیری‌ها را داغ‌تر کرده. پرهام قبادی، بی بی سی. وزرای خارجه ایران و امارات متحده عربی دیروز به صورت مجازی با هم دیدار کردند. از حدود 5 سال پیش و در پی حمله به سفارت عربستان در تهران، امارات متحده عربی سطح روابط خودش با ایران رو کاهش داد. اما از آغاز بحران کرونا این روابط نسبتاً بهتر شده. امارات متحده عربی یکی از اولین کشورهایی بود که در اوایل بحران کرونا به ایران کمک کرد. همکارم کیوان حسینی در این باره گزارش میده. آنچه که یک سالی است تغییر مسیر امارات توصیف شده سرانجام به اینجا رسید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در برابر عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات، البته به سبک رایج دوران کرونا از طریق ارتباط تصویری. کرونا در واقع قسمت مهمی از تحول دیپلماتیک اخیر میان ایران و امارات است. این معموله از کمک‌های سازمان بهداشت جهانی در همان ابتدای بحران کرونا در اسفند ماه توسط یک هواپیمای اماراتی به تهران منتقل شد، در زمانی که تحریم همه جانبه ایران به نگرانی‌هایی درباره توانایی دولت ایران در برخورد با کرونا دامن زده بود. با ادامه یافتن بحران، کمک‌های امارات هم ادامه پیدا کرد و فراتر از تسهیل ارسال اقلام سازمان بهداشت جهانی، این کشور خود بعضی از کالاهای ضروری برای مقابله با شیوع کرونا را تهیه کرد و در 4 مرحله به ایران فرستاد. نشانه ای روشن از اینکه این امارات، امارات 5 سال گذشته نیست. و حالا کار به جایی رسیده که وزرای خارجه دو کشور برای نخستین بار از زمان شکراب شدن میان تهران و ابوظبی در سال 94 با هم به شکل مجازی ملاقات کردند. ملاقاتی که بر اساس توییت محمد جواد ظریف نتیجه مثبتی هم داشته.
همین حالا گفتگویی بسیار پرمحتوا، صادقانه و دوستانه با عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات متحده عربی داشتم که در آن درباره کرونا و همچنین موقعیت دو جانبه منطقه‌ای و جهانی صحبت کردیم. به توافق رسیدیم که گفتگوهایمان را با موضوع امید ادامه بدهیم، به ویژه که منطقه با چالش‌های سخت و انتخاب‌های دشوار روبروست. نقطه کلیدی تنش فزاینده بهار پارسال بود که 4 نفکش، 2 متعلق به عربستان، یکی نروژ و یکی هم امارات، در نزدیکی بندر فجیره آسیب دیدند. حادثه‌ای که آمریکا ایران را مسئولان خواند و نقطه آغازی شد برای دومینوی تنش نظامی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان. برای سران امارات، افزایش تنش و درگیری در خلیج فارس همراه با تحولات بیشتر در ائتلاف استراتژیک آنها با عربستان به نقطه آغاز مسیری متفاوت تبدیل شد که تا امروز ادامه داشته و در این مسیر جدید دیگر این 2 نفر، محمد بن زاید ولیعهد امارات و محمد بن سلمان همتای سعودی او، سیاست‌ها و استراتژی کاملاً یکسانی را دنبال نمی‌کنند. دست کم در برابر ایران، دست دوستی ابوظبی با تهران هیچ شباهتی به رویکرد ریاض ندارد. حتی اگر بهانه رسمی و علنی امارات برای این تغییر مسیر همه‌گیری ویروس کرونا باشد. این برنامه 60 دقیقه و همینطور برنامه‌های قبلی ما بر روی وبسایت ما قرار می‌گیره. می‌تونید با مراجعه به وبسایت ما برنامه‌های قبلی ما رو هم ببینید و همینطور با مراجعه به کانال یوتیوب ما این برنامه و برنامه‌های قبلی رو تماشا کنید. ممنونم از اینکه تا آخر با برنامه 60 دقیقه همراه بودید.